به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، هنگام مشاجره با دیگران چگونه رفتار می کنید؟ یک، آیا هنگام بحث و مشاجره به خوبی می توانید خود را کنترل کنید؟ بله، نه خیر. سوال دوم، آیا هنگام مشاجره به کلام مخاطبتان کاملا گوش می کنید؟ بله، نه خیر. سوال سوم، آیا هنگامی که سرزنش می شوید ماندن را به فرار ترجیح می دهید؟ بله، نه خیر. سوال چهارم، آیا می توانید برخورد نامطلوب طرف مقابل خود را تحمل کنید؟ بلی، نه خیر. سوال پنجم، آیا هنگام مشاجره و بحث های غیر منطقی احساس نفرت می کنید؟ بلی، نه خیر. سوال ششم، آیا گاهی برای این که آرامش خود را حفظ کنید سکوت می کنید و سخن نمی گویید؟ بلی، نه خیر. سوال هفتم، آیا هنگامی که مشاجره بسیار جدی شود صحنه را ترک می کنید؟ بله، نه خیر. سوال هشتم، آیا فکر می کنید بهترین روش در مشاجره سکوت است؟ بله، نه خیر. سوال نهم، آیا در مشاجره گاهی فکر می کنید که چگونه مسائل کوچک به یک بحران تبدیل می شود؟ بله، نه خیر. سوال دهم، هنگام مشاجره به منظور جلوگیری از عصبانیت بیشتر طرف مقابل خود را کنار می کشید و از موازی خود صرف نظر می کنید؟ بله یا نه خیر. سوال یازدهم، آیا از این که در یک مشاجره تسلیم شوید احساس خوب دارید؟ بله یا نه خیر. سوال دوازدهم، آیا ترجیح می دهید در مشاجره از کلمات مؤدبانه استفاده کنید؟ بله یا نه خیر. سوال سیزدهم، آیا در اوج مشاجره می توانید گاهی به زور لبخند بزنید؟ بله یا نه خیر. سوال چهاردهم، آیا در هنگام مشاجره می توانید طرف مقابلتان را که به شما توهین کرده ببخشید؟ بله یا نه خیر. سوال پانزدهم، آیا اساساً بحث کردن منطقی را با مشاجره ترجیح می دهید؟ بله یا نه خیر. سوال شانزدهم، آیا در پایان مشاجره می توانید اعتراف کنید که اشتباه کرده اید؟ بله یا نه خیر. سوال هفدهم، آیا در هنگام مشاجره می توانید دستهای خود را ثابت و آرام نگاه دارید؟ بله یا نه خیر. سوال هجدهم، آیا بعد از پایان مشاجره می توانید به آرامی بخوابید؟ بله یا نه خیر. سوال نوزدهم، در هنگام مشاجره غالباً با چشمان طرف مقابلتان می نگرید؟ بله یا نه خیر. آیا اساساً مشاجره کردن را یک عمل ابلهانه می دانید؟ بله یا نه خیر. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید. جنبندی امتیازات آزمون، اکنون به هر جواب بله یک امتیاز و به هر جواب خیر صفر بدهید. ارزیابی خودتان،
اگر جمع امتیازات شما از 1 تا 10 بشود، شما غالبا در درون خود با دیگران و به خود اعلام جنگ می کنید و مسائل ساده ای را که می توانید با یک بحث ساده حل و رفع نمود با یک مشاجره و بحران بزرگ تبدیل می کنید و این ضعف بزرگ برای شما محسوب می شود. مطمئن باشید که با بیان کلمات مؤدبانه و ساده و آرام می توانید منظور خود را بهتر بیان و به مقصود خودتان نائل شوید. فراموش نکنید بزرگترین آتش سوزی را می توان در ابتدا با یک لیوان آب خاموش نمود. اگر جمع امتیازات شما از 10 تا 20 بشود، به شما تبریک می گویم. شما آمادگی لازم را جهت هر گونه گفتگو و بحث دارید و غالبا سعی می کنید که مشاجره را با یک بحث آرام تبدیل نمایید. این خصلت بسیار خوبه برای ایجاد و ادامه ارتباط رنگین با اطرافیان و نزدیکان می باشد. شما از آن گروه انسانهایی هستید که به قول دل کارنگی وقتی لیمو ترش دارید سعی می کنید از آن شربتی بسازید. شما فرد آگاه و فهیم می باشید که با درایت و شعور گره مشکلات را با دست باز می کنید نه با دندان. برایت شادی و شادکامی می طلبند. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان این قسمت از کتاب. امیدوارم که در پاسخ سوالات شرکت کرده باشید. اگر هم نکردید لطفاً ویدیو را یک بار دیگر بشنوید و با سوالات شرکت کنید، بعد خود را ارزیابی کنید ببینید در کدام مرحله قرار دارید. اگر در مرحله خوب قرار داشتید پس به شما تبریک میگویم. اگر در مراحل نامطلوب و ناخوشایند قرار داشتید پس می توانید با اندک تلاش خود را تغییر دهید. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید پس لطفا چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید لطفا نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد شما را به عزت بی‌نیاز می سپارم. بدرود.